سپس پیلاتوس دیگر بار بیرون آمد و یهودیان را گفت: اینک او را نزد شما بیرون می آورم تا بدانید که من هیچ سببی برای محکوم کردن او نیافتم. پس عیسی تاج خار بر سر و ردای ارغوانی بر تن بیرون آمد. پیلاتوس به آنها گفت: اینک آن انسان. چون سران کاهنان و نگهبانان معبد او را دیدند، فریاد برآورده گفتند: بر صلیبش کن، بر صلیبش کن. پیلاتوس به ایشان گفت: شما خود او را ببرید و مصلوب کنید، چون من سببی برای محکوم کردن او نیافتم. یهودیان در پاسخ او گفتند: ما را شریعتی است که بنابر آن او باید بمیرد، زیرا ادعا می‌کند پسر خداست. چون پیلاتوس این را شنید، هراسان‌تر شد و باز به درون کاخ بازگشت و از عیسی پرسید: تو از کجا آمده ای؟ اما عیسی پاسخی به او نداد. پس پیلاتوس او را گفت: به من هیچ نمیگویی؟ آیا نمیدانی قدرت دارم آزادت کنم و قدرت دارم بر صلیبت کشم؟ عیسی گفت: هیچ قدرت بر من نمی داشتی اگر از بالا به تو داده نشده بود. از این رو گناه آن که مرا به تو تسلیم کرد بسی بزرگتر است. از آن پس پیلاتوس کوشید آزادش کند، اما یهودیان فریاد زنان گفتند: اگر این مرد را آزاد کنی دوست قیصر نیستی. هر که ادعای پادشاهی کند بر ضد قیصر سخن میگوید. چون پیلاتوس این سخنان را شنید، عیسی را بیرون آورد و خود بر مسند داوری نشست، در مکانی که به سنگ فرش معروف بود و به زبان عبرانیان جباتا خوانده میشد. آن روز روز تهیه عید پسخ و نزدیک ساعت ششم از روز بود. پیلاتوس به یهودیان گفت: اینک پادشاه شما. آنها فریاد برآوردند: او را از میان بردار، او را از میان بردار و بر صلیبش کن. پیلاتوس گفت: آیا پادشاهتان را مصلوب کنم؟ سران کاهنان پاسخ دادند: ما را پادشاهی نیست جز قیصر. سرانجام پیلاتوس عیسی را به آنها سپرد تا بر صلیبش کشند. آنگاه عیسی را گرفته بردند. عیسی صلیب بر دوش بیرون رفت، به سوی محلی به نام جمجمه که به زبان عبرانیان جلجتا خوانده می شود. آنجا او را بر صلیب کردند. با او دو تن دیگر نیز در دو جانبش مصلوب شدند و عیسی در میان قرار داشت. به فرمان پیلاتوس کتیبه ای نوشتند و آن را بر بالای صلیب نصب کردند. بر آن نوشته شده بود: عیسی ناصری پادشاه یهود. بسیاری از یهودیان آن کتیبه را خواندند، زیرا جایی که عیسی بر صلیب شد نزدیک شهر بود و آن کتیبه به زبان عبرانیان و لاتینی و یونانی نوشته شده بود. پس سران کاهنان یهود به پیلاتوس گفتند: منویس پادشاه یهود، بلکه بنویس این مرد گفته است که من پادشاه یهودم. پیلاتوس پاسخ داد: آنچه نوشتم نوشتم.
چون سربازان عیسی را به صلیب کشیدند، جامه های او را گرفته به 4 سهم تقسیم کردند و هر یک سهمی برگرفتند و جامه زیرین او را نیز ستاندند. اما آن جامه درز نداشت، بلکه یک پارچه از بالا به پایین بافته شده بود. پس به یکدیگر گفتند این را تکه نکنیم، بلکه قرعه بیفکنیم تا ببینیم از آن که شود. بدین سان گفته یک کتب مقدس به حقیقت پیوست که جامه هایم را میان خود تقسیم کردند و بر تن پوش من قرعه افکندند. پس سربازان چنین کردند. نزدیک صلیب عیسی مادر او و خواهر مادرش و نیز مریم زن کلوپاس و مریم مجدلیه ایستاده بودند. چون عیسی مادرش و آن شاگردی را که دوست می داشت در کنار او ایستاده دید، به مادر خود گفت بانو اینک پسرت. سپس به آن شاگرد گفت اینک مادرت. از آن ساعت آن شاگرد او را به خانه خود برد. آنگاه عیسی آگاه از این که همه چیز به انجام رسیده است، برای آن که کتب مقدس تحقق یابد گفت تشنم. در آنجا ظرفی بود پر از شراب ترشیده. پس اسفنجی آغشته به شراب بر شاخه ای از زوفا گذاشته پیش دهان او بردند. چون عیسی شراب را چشید گفت به انجام رسید. سپس سرخم کرد و روح خود را تسلیم نمود. آن روز روز تهیه بود و روز بعد شبات بزرگ. از آنجا که سران یهود نمی‌خواستند اجساد تا روز بعد بر صلیب بماند، از پیلاطوس خواستند تا ساق پاهای آن ستن را بشکنند و اجسادشان را از صلیب پایین بیاورند. پس سربازان آمدند و ساق پاهای نخستین شخص و آن دیگر را که با عیسی بر صلیب شده بود شکستند. اما چون به عیسی رسیدند و دیدند مرده است، ساقهای او را نشکستند. اما یکی از سربازان نیزه‌ای به پهلوی او فرو برد که در دم خون و آب از آن روان شد. آن که این را دید شهادت می‌دهد تا شما نیز ایمان آورید. شهادت او راست است و او می‌داند که حقیقت را می‌گوید. اینها واقع شد تا کتب مقدس به حقیقت پیوندد که هیچ یک از استخوان‌هایش شکسته نخواهد شد. و نیز بخشی دیگر از کتاب که می‌گوید بر آن که نیزه‌اش زدند خواهند نگریست.